هشدارهای وحشت دوم از پنهانکاری حکومت آخوندی جهان صنعت آمارهای مبتلایان هر لحظه بیشتر می شود و از طرف دیگر رئیس جمهور در تریبون میگوید از شنبه وضعیت نرمال می شود و پشتبند آن وزیر بهداشت شرایط هفته جاری را سخت می رامد. در همین گیرودار افراد سرمایدار و روحانیون به کیش پناه بردند. آتش زدن یک مرکز درمانی در شرایطی که مسئولان پاسخگوی سوالات مردم نیستند کاملا طبیعی است اگر مردم رفتارهای هیجانی از خودشان نشان میدهند تنها به دلیل همین پنهانکاری های مداوم دولت است با نگاه امنیتی که در کشور حاکم است همچنین هر فردی که خبر دقیقی را در فضای مجازی نش میدهد بازداشت می کنند. وقتی مردم آسی شوند دیگر زندگی برای آنها فرقی نمیکند مردم در حد انفجارند در همین مدت اخیر مسئولان کم به مردم دروغ نگفتند این همه انسان در حوادث کرمان تظاهرات آبان ماه و هواپیما فوت کردند هیچ کس درباره آن پاسخگو نبود و هیچ آمار دقیقی از تلفات اعلام نکردند زمانی که مردم به سطوح بیایند دیگر تر و را با هم می‌سوزانند و هیچ کس نمی‌تواند جلوی عصبانیت آنها را بگیرد اعتراف وزیر بهداشت رژیم به دوزیهای های کلان گفتن می توانند دویست میلیون ماسک را ظرف 24 ساعت عرضه کنند این خاطر جمعی را از کجا دارند؟ پس از ده روز فقط یک میلیون ماسک تحویل گرفتیم نمکی وزیر بهداشت رژیم پس از حدود ده روز فقط یک میلیون ماسک تحویل گرفتیم و بقیه نمیدانم در کجا انباشته شده یک شبکه اعلام کرده میتواند دویست میلیون ماسک را 24 ساعته به فلان قیمت در فلان جا عرضه کند این خاطر جمعی را از کجا دارند جمهوری اسلامی در مشهد در داروخانها و مراکز فروش تجهیزات پزشکی این شهر هیچ گونه ماسک و مواد ضد عفونی کننده وجود ندارد همچنین حرم امام رضا مملو و زائر است بیعملی و سکوت حکومت آخوندی از آسیب اخشار زحمتکش در جریان شیوع کرونا رویداد 24 با فراگیر شدن ویروس کرونا بسیاری از اصناف که به امید همین یک ماه اسفند سرمایه گذاری انجام داده و کالا تولید کردن به شدت ضرر خواهند دید فروش در سنف های پر رونق شب عید همچون آرایشگری، مبلمان، شیرینی فروشی و خدمات نظافت منازل به صفر رسیده است.